درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. آیین‌های یادبود قربانیان اسرائیلی حمله 7 اکتبر از بامداد امروز دوشنبه آغاز شد. وکیل محمود مهرابی از نقض حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد. شمار فوتی‌های مصرف مشروبات تقلبی در مازندران به 15 و در همدان به 11 تن رسید. 7 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان درگیری با یک گروه مسلح ناشناس در شهرستان بوکان کشته و زخمی شدند. در سالگرد حمله تروریستی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر، انفجار جدیدی در نزدیکی سفارت اسرائیل در دانمارک رخ داد. روسیه 2 شهروند آمریکایی را به زندان طولانی مدت محکوم کرد. و 2 دانشمند آمریکایی به دلیل کشفیاتشان در علم ژنتیک برنده جایزه نوبل پزشکی سال 2024 شدند. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز دوشنبه 7 اکتبر 2024 میلادی برابر است با 16 مهر ماه سال 1403 خورشیدی. مردم اسرائیل از بامداد امروز دوشنبه در برنامه های مختلفی برای بزرگداشت نخستین سالگرد حمله ناگهانی گروه افراطی حماس به خاک این کشور شرکت کردند. آیین‌های یادبود قربانیان اسرائیلی حمله 7 اکتبر در ساعت 6:29 دقیقه بامداد دوشنبه آغاز شد، درست همزمان با آغاز حمله گروه افراطی حماس در سال گذشته، حمله‌ای که به عنوان مرگبارترین روز در تاریخ اسرائیل ثبت شد. خانواده‌های گروگان‌ها و حامیان آنها که در یک سال گذشته تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی زیادی برگزار کردند، در سالگرد ربوده شدن عزیزان خود هم در برابر اقامتگاه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم گرد هم آمدند. انجمن خانواده گروگان‌ها در این روز اعلام کرد که یکی دیگر از گروگان‌ها به نام ایدان 28 ساله که از محل جشنواره نوبا ربوده شد کشته شده و جسد او همچنان در دست حماس است. در همین حال ارتش و پلیس اسرائیل اعلام کردند که هشدارهای اطلاعاتی زیادی حاکی از احتمال حملات تروریستی در سالگرد حمله 7 اکتبر در اختیار دارند. روز یک شنبه و در آستانه سالگرد آغاز جنگ غزه، یک عرب اسرائیلی در ایستگاه مرکزی قطار شهر بئرشبه به روی حاضران در یک رستوران آتش گشود که در نتیجه یک پلیس زن 19 ساله کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر در بامداد دوشنبه 7 اکتبر، جنگنده های اسرائیل زاهیه حومه جنوبی بیروت را بمباران کردند. ارتش اسرائیل مدعی شد که مقرهای حزب الله در بیروت و انبارهای تسلیحات را هدف قرار داده و افزود که انفجارهای ثانویه نشان از وجود تسلیحات در این مناطق بوده است. زاهیه پایگاه حزب الله و منطقه ای است که حسن نصرالله رهبر حزب الله در تاریخ 27 سپتامبر در آن کشته شد. این منطقه تا یه هفته گذشته چندین بار مورد بمبارانهای شدید قرار گرفته است. در پاسخ به حملات اسرائیل، حزب الله لبنان با حمله موشکی خود قلب حیفا، سومین شهر بزرگ اسرائیل را مورد حمله قرار داد که تای آن حداقل 10 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، ایرج مسجدی معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه 16 مهر ماه گفت که حال اسماعیل قاآنی فرمانده این نیرو خوب است. به افزود برخی میگویند که اگر خوب است و زنده بیانیه بدهید و ما در جواب میگوییم چرا بیانیه نیازی نیست چون این اقدامی شود. این در حالی است که خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه اعلام کرد که اسماعیل قاآنی به اجلاس بین المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی پیام داده است. این خبرگزاری به نقل از مجری این برنامه نوشته است که فرمانده نیروی قدس
فرمانده نیروی قدس سپاه به علت حضور در جلسه مهم دیگری نتوانست در این اجلاس شرکت کند و به همین دلیل به شرکت کنندگان سلام رسانده است. روزنامه نیویورک تایمز روز 15 مهر ماه به نقل از منبع ایرانی نوشته بود که اسماعیل قاآنی آخرین بار هفته گذشته در بیروت دیده شد. گزارش نیویورک تایمز اولین اشاره به سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به پایتخت لبنان در یک رسانه جریان اصلی در غرب بود که در میانه برخی گمانه‌زنی های رسانه‌ای در خصوص احتمال زخمی یا کشته شدن قاآنی منتشر شد. یکی از سه منبعی که نیویورک تایمز با آنها گفتگو کرده و این روزنامه او را از نیروهای اعزامی سپاه پاسداران مستقر در بیروت معرفی کرد، افزوده بود که سکوت ایران در مورد سرنوشت اسماعیل قاآنی موجب ایجاد وحشت در میان این نیرو شده است. خبرگزاری رویترز هم شامگاه 15 مهر ماه به نقل از دو مقام ارشد امنیتی ایرانی خبر داد که از زمان حمله اسرائیل به حومه جنوبی بیروت در جمعه گذشته خبری از اسماعیل قاآنی نیست. این دو مقام گفتند که از بعد از آن بمباران قاآنی دیگر در دسترس نیست. مسعود پزشکیان روز یکشنبه با کمیته ویژه منصوب ابراهیم رئیسی به منظور بررسی ناآرامی‌های سال 1401 دیدار کرد و ضمن موافقت با تقاضای تمدید فعالیت‌های این کمیته، جمهوری اسلامی ایران را در موضوع حقوق بشر مدعی دانست و گفت متأسفانه به خاطر برخی اشتباهات در زمینه ناآرامی‌های سال 1401 در موضع متهم قرار گرفته است. رئیس دولت جمهوری اسلامی بدون اشاره به سابقه طولانی نقض سیستماتیک حقوق بشر در طول عمر حکومت فعلی ایران که در قالب صدها گزارش توسط سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری مستندسازی شدند گفت متأسفانه نظام مدیریت و اطلاع رسانی ما در مواقع بحران عملکرد مناسب و صحیحی ندارد و اگر می توانستیم رخدادهای منتج به این ناآرامی ها را به شکل صحیح مدیریت کنیم اساسا شاید ناآرامی ها پیش نمی آمد. پزشکیان همچنین از اعضای کمیته خواست که با کمک گرفتن از نیروهای رسانه‌ای خبره اقدامات مثبت صورت گرفته در این کمیته را به اطلاع افکار عمومی برسانند. وکیل محمود مهرابی زندانی سیاسی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس اعلام کرد که حکم اعدام موکلش به اتهام افساد فی‌الارض در دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم‌ارز در دادگاه انقلاب اصفهان اجرا شده است. محمود مهرابی در بهمن ماه سال 1401 با در جریان اعتراضات سراسری مردم ایران در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت و به زندان درسگرد اصفهان منتقل شده بود. بعد از آن حساب ایکس دادبان خبر داد که محمود مهرابی به دلیل فعالیت در فضای مجازی به افساد فی‌الارض متهم شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه شهریور ماه سال گذشته عنوان کرده بود که محمود مهرابی در جریان اعتراضات سال 1401 در فضای مجازی اقدام به انتشار مطالبی شامل آموزش استفاده از سلاح‌های دستساز، دعوت به تخریب اموال عمومی، تحریک مردم به جنگ و کشتار و توهین به مقدسات کرده است. اتهاماتی که از توی خانواده و وکیل آقای مهرابی رد شده بود. گروهی از کارگران پتروشیمی ارغوان گستر ایلام روز 16 مهر ماه در حمایت از همکاران بازداشت شده خود در مقابل ساختمان دادگستری شهرستان چوار تجمع اعتراضی برگزار کردند. در جریان این تجمع دو تن اقدام به خودسوزی نافرجام کردند که یکی از آنها پدر یکی از کارگران بازداشت شده است. ایلنا به نقل از یک منبع کارگری در شهرستان چوبار نوشت که این تجمع کارگران بیکار شده در حمایت از کارگرانی صورت گرفته که در جریان اعتراضات اخیر کارگران پتروشیمی ارغوان گستر به صورت تلفنی احضار شده و بعد از آن بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. خبر خودسوزی دو تن از معترضان در تجمع روز دوشنبه کارگران چوبار در حالی منتشر شد که در سالهای گذشته گزارش‌های بسیاری درباره خودسوزی و خودکشی شماری از کارگران بیکار شده این پتروشیمی منتشر شده است. بینندگان هوشمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم.
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس. 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. وزارت خارجه جمهوری اسلامی یک شنبه 15 مهر ماه سفیر استرالیا در تهران را به دلیل آنچه که موضع‌گیری جانبدارانه این کشور در خصوص حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل خوانده احضار کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که سفیر استرالیا ایان مک‌کامبل به دلیل موضع جانبدارانه در خصوص واکنش به حمله جمهوری اسلامی به آنچه که وزارت خارجه رژیم صهیونیستی خوانده احضار شد. با این حال سخنگوی وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا گفته است که این کشور هیچ عذرخواهی بابت مواضع و دیدگاه هایی که سفیر این کشور درباره اقدامات جمهوری اسلامی بیان کرده نمی کند. سخنگوی وزارت امور خارجه استرالیا در این بیانیه که از پایتخت این کشور کانبرا صادر شده افزود که استرالیا حملات موشکی بی‌پروای جمهوری اسلامی به اسرائیل را محکوم کرده و آن را افزایش خطرناک تنش خوانده است. تعلیق چندین باره پروازها از مبدأ یا به مقصد ایران از زمان دومین حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اسرائیل بسیاری از مسافران را در وضعیت بلا تکلیف قرار داده و بعضاً هزینه‌های بسیاری را به آنها تحمیل کرده است. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه در گزارشی نوشت که تعلیق نامنظم پروازها در روزهای اخیر مسافران و به ویژه آنان را که در خارج از مرزهای ایران بودند و قصد بازگشت داشتند سرگردان و بلا تکلیف کرده است. بر اساس این گزارش برخی از این مسافران ساعت‌های طولانی و حتی روزها در خارج از کشور و در فرودگاه معطل پرواز جایگزین شدند و بی آنکه برای بازگشت آنها تدبیری شود یا از وضعیتشان سراغی گرفته شود، عاقبت برخی از آنها به شکل زمینی خود را به ایران رساندند. تعلیق پروازها از 10 مهر ماه و ساعتی بعد از دومین حمله سپاه پاسداران به اسرائیل مصمم به عملیات وعده صادق 2 صورت گرفت. در خبری کوتاه، پزشکی قانونی استان مازندران روز دوشنبه 16 مهر ماه از افزایش شمار فوتی‌های مصرف مشروبات الکلی تقلبی در این استان به 15 تن خبر داد. دادستانی همدان هم از 3 روز گذشته اعلام کرد که شمار فوتی‌های الکل تقلبی در این استان به 11 تن رسیده است. وبسایت هنگا امروز دوشنبه از کشته و زخمی شدن 7 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان درگیری با یک گروه مسلح ناشناس در شهرستان بوکان خبر داد. به گزارش هنگا در جریان این درگیری دست کم 4 عضو سپاه پاسداران کشته و 3 تن دیگر به شدت مجروح شدند و یکی از آنها به دلیل شدت جراحات وارده با هلیکوپتر به ارومیه منتقل شده است. بر اساس این گزارش درگیری میان سپاه و گروه مسلح ناشناس ساعت 2 بامداد در ایست بازرسی جاده سد بوکان رخ داده است. یک منبع مطلع درباره این رویداد به هنگا گفته است که نیروهای امنیتی به کادر پزشکی بیمارستان قلی‌پور بوکان نسبت به هر گونه خبررسانی در این زمینه هشدار دادند و اقدام به ضبط موبایل چند پرسنل بیمارستان کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رسانه‌های جمهوری اسلامی تا به لحظه
ببخشید تا لحظه انتشار این خبر واکنشی به آن نشان ندادن. متحره گونه‌ای فعال دانشجویی و زندانی سیاسی پیشین بازداشت شد. وزارت علوم دولت پزشکیان اعلام کرد که حکم ادامه تحصیل او را به دلیل فعالیت‌های مجازی لغو کرده است. وی دبیر سیاسی پیشین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران بود که در جریان خیزش انقلابی زندانی شده بود. به گفته پلیس دانمارک، در سالگرد حمله تروریستی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر، انفجار جدیدی در نزدیکی سفارت اسرائیل در دانمارک رخ داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این انفجار در حدود 500 متری سفارت اسرائیل در کوپنهاگ و 5 روز بعد از 2 انفجار در نزدیکی ساختمان سفارت رخ داد که 2 شهروند سوئدی به دلیل آن دستگیر شدند. بازرس پلیس کوپنهاگ به خبرنگاران گفت که ما در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا ارتباطی با حادثه قبلی در سفارت اسرائیل وجود دارد یا خیر. او با اشاره به اینکه هیچ نشانه ای داله بر این موضوع وجود ندارد، افزود که انفجار گزارش شده ممکن است ناشی از تیراندازی بوده باشد. آژانس اطلاعاتی سوئد ساپو گفت که حکومت ایران ممکن است که در انفجارهای 2 اکتبر در دانمارک و همچنین تیراندازی روز قبلش در نزدیکی سفارت اسرائیل در استکهلم دست داشته باشد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه در نخستین سالگرد حمله تروریستی 7 اکتبر حماس به اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای از جامعه بین‌المللی خواست حمایت حکومت ایران از حماس و دیگر گروه‌های تروریستی در خاورمیانه را که مسئول این همه مرگ، ویرانی و بی‌ثباتی هستند، محکوم کند. بلینکن با اشاره به قتل عام 1200 مرد، زن و کودک از بیش از 30 کشور مختلف در حمله تروریستی 7 اکتبر سال گذشته یادآور شد که 46 تن از قربانیان شهروندان ایالات متحده آمریکا بودند. به گفته بلینکن، حمله تروریستی 7 اکتبر بزرگترین کشتار یهودیان از زمان هولوکاست است و در آن به دختران و زنان تجاوز جنسی شده است. وزیر امور خارجه آمریکا گفت شرارت جنایت‌های حماس غیر قابل بیان است. آنتونی بلینکن در ادامه بیانیه خود با اشاره به ربوده شدن 254 تن دیگر در جریان حمله تروریستی 7 اکتبر یادآور شد که 12 گروگان آمریکایی در میان آنها بودند که 4 تن از آنها توسط حماس به قتل رسیدند. 4 تن در جریان توافق ماه نوامبر سال گذشته آزاد شدند و 4 تن دیگر هنوز به عنوان گروگان در غزه هستند. وزیر امور خارجه آمریکا افزود که هنوز حدود 97 گروگان اعم از مرد، زن، دختران و پسران جوان، سالخوردگان و کودکان از 25 کشور جهان در غزه هستند. بلینکن تصریح کرد حماس باید این گروگان ها را فوراً آزاد کند. تک تک آنها باید نزد خانواده هایشان بازگردانده شوند و ایالات متحده همچنان به تلاش خستگی ناپذیر خود برای بازگرداندن آنها به خانه ادامه خواهد داد. به حمله تروریستی 7 اکتبر را بانی پیامدهای ناگوار برای فلسطینیان خواند و افزود که آمریکا سوگوار مرگ همه قربانیان بیگناه جنگ طی 1 سال گذشته است. بینندگان ارجمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا، از زمان تصادف و صدمات بدنی، از ابتدا تا پایان پرونده، حتی تا ترایل و دادگاه، با شماست. هیدریلا با بهره‌گیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از 10 وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا، در هیدریلا پرونده شما برای ترایل و لیدیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی شود. 818-818-0707 www.hidarilaw.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق، به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310
441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. خبرها را دنبال میکنیم. دادگاهی در روسیه یک مرد آمریکایی 72 ساله را به 6 سال و 10 ماه حبس محکوم کرد. استیون جیمز هوبارت متهم شده بود که به عنوان مزدور برای اوکراین و در مقابل روسیه جنگیده است. به گفته مقامات قضایی روسیه، استیون هوبارت که از 10 سال پیش در شهر ازیوم در منطقه خارکیف اوکراین زندگی می‌کرده، در ازای دریافت ماهانه $1,000 عضو یک واحد نظامی این کشور شده بود. به گزارش رسانه‌های روسیه، هوبارت جرمش را پذیرفته است. در همین حال دادگاهی دیگر در شهر ورونژ روسیه، رابرت گیلمن یک شهروند دیگر آمریکا را به 7 سال و 1 ماه زندان محکوم کرد. این آمریکایی 30 ساله در حال گذراندن محکومیت قبلیش به جرم حمله در حال مستی به یک مأمور پلیس روسیه است. به 2 سال پیش به 3 سال و نیم حبس محکوم شده بود. به گفته دادستانی، این تفنگدار دریایی پیشین ایالات متحده در پرونده جدید به حمله به یکی از مسئولان زندان و یک بازرس دولتی متهم شده بود و بعد از مجرم شناخته شدن به 85 ماه دیگر حبس محکوم شد. خبرگزاری دولتی روسیه ریا به نقل از وکلای گیلمن نوشته است که او که ظاهراً برای ادامه تحصیل و دریافت شهروندی فدراسیون روسیه به این کشور رفته بود، همه جرایم خود را پذیرفته است. سخنرانی ایلان ماسک، میلیاردر معروف آمریکایی و مالک شبکه اجتماعی ایکس، در کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024، واکنش زیادی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. گروهی او را ستودند و گروهی دچار شرم نیابتی شدند. ایلان ماسک که پیشتر هم حمایت کامل خود را از ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرده بود، برای نخستین بار در کارزار انتخاباتی او در کنارش روی صحنه رفت و با هیجان ترامپ را ستایش کرد. او در سخنانی کاندیدای جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تنها فردی دانست که میتواند دموکراسی در این کشور را حفظ کند. ماسک در حالی که کلاه کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ را بر سر داشت گفت: اگر ترامپ پیروز نشود، این آخرین انتخابات خواهد بود. ایلان ماسک در سخنرانی اخیرش خود را دارک مگا نامید. حضور او در کارزار انتخاباتی ترامپ واکنش‌های متفاوتی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. کریسی مایر، کمدین، در پستی نوشت: خوشحالم که زنده‌ام و می‌بینم ایلان ماسک به محفل گرم کن ترامپ تبدیل شده است. یک کاربر دیگر در حمایت از ماسک نوشت: ماسک پر انرژی تر از یک باتری تسلا به میدان آمد. این سخنرانی به بزرگترین تجمع ترامپ تبدیل خواهد شد. ایلان ماسک در کارزار انتخاباتی ترامپ با بیان اینکه آزمون درست برای شناخت شخصیت هر فردی واکنش او در زمانی است که زیر آتش گلوله است گفت: ما رئیس جمهوری داریم که نمیتواند از پله‌های هواپیما بالا برود و دیگری وقتی تیر خورد شعار داد مبارزه کنید. ویکتور امبروس و گری رافکان، دو دانشمند آمریکایی، روز دوشنبه مشترکاً به دلیل تحقیقاتشان درباره تنظیم بیان ژن‌ها و ریز RNA برنده جایزه نوبل پزشکی سال 2024 شدند. بر اساس بیانیه کمیته نوبل، این دو دانشمند در طول تحقیقاتشان موفق شدند کشف مهمی در زمینه برقراری ارتباط میان ژن‌ها انجام بدهند. ریز RNA ها گروه جدیدی از مولکول‌های RNA هستند که نقش مهمی در تنظیم بیان ژن‌ها ایفا می‌کنند.
پژوهش این دانشمند نشان داد که این مولکول برای موجودات چند سلولی از جمله انسان ضروری است. ویکتور امبروز 70 ساله زیست شناس و استاد دانشگاه پزشکی دانشگاه ماساچوست آمریکا است. گری رافکان 69 ساله هم متخصص زیست شناسی مولکولی است و پژوهشگر بیمارستان عمومی ماساچوست و دانشکده پزشکی هاروارد است. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برمان آقای سپه. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.